کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز روز گذشته و امروز سوم دی در دومین روز اعتصاب خود در اعتراض به تعلیق 38 تن از همکاران خودشون و عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل تمامی درهای ورودی و خروجی شرکت رو بستند و از مقابل شرکت تا میدان بقایی اهواز راهپیمایی کردند. کارگران در این راهپیمایی اعتراضی پلاکاردهایی با نوشته هایی از جمله همسانسازی حقوق با شرکت های فولادی حق مسلم ماست در دست داشتند. اونها در تجمع خود شعارهایی همچون ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه و نه تهدید نه زندان دیگر اثر ندارد و هیهات من ازله سر دادند. شانگاه شنبه دوم دی مدیریت شرکت و حراست اقدام به مسدود کردن کارت ورود 17 نفر دیگه از کارگران نموده و با این اقدام غیرقانونی 38 نفر از کارگران به دلیل اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه بندی از کار تعلیق شدند. روز گذشته نیروهای سرکوبگر یگان ویژه برای سرکوب کارگران اعتراضی به محل اعتصاب کارگران اعزام شده و با کارگران درگیر شدند. این کارگران بیش از این بارها در اعتراض به حقوق پایین، اجرا نشدن طبقه بندی مشاغل و بیتوجهی کارگزاران به خواسته هاشون دست از کار کشیده و تجمعات اعتراضی برگزار کردند. 5 مهر امسال قوه قضاییه رژیم 17 کارگر معترض گروه ملی صنعتی فولاد رو به شلاق، زندان و جریمه محکوم کرده بود. روز گذشته همچنین در تداوم اعتراضات طی ماه‌های اخیر بار دیگه بازنشستگان فولاد و تأمین اجتماعی در چندین شهر از جمله تهران، اراک، اصفهان، کرمانشاه، شوش به اعتراضات و راهپیمایی و برگزاری تجمعات ادامه دادند. بازنشستگان فولاد تهران با فریاد بازنشسته داد بزن، حق تو فریاد بزن در مقابل وزارت کار تجمع کردند. اجرای همسانسازی بدون حقوق بازی، اجرای همسانسازی بدون حقوق بازی، اجرای همسانسازی بدون حقوق بازی. بازنشسته داد بزن، حق تو فریاد بزن، بازنشسته داد بزن، حق تو فریاد بزن.
گرانی، تورم، بلای جان مردم، گرانی، تورم. مفتش از کتاب بزن، حق تو فریاد بزن، مفتش از کتاب بزن.